اما ابزارها میرم استارت ابزارها اولین ابزار چرا قوه هوشمنده برای اینکه ببینیم به چه دردی میخوره یک عکسی رو فرض کنید میارم از روی دسکتاپ اوکی یه عکس اینجا قرار میدیم حالا میریم ابزارها چرا قوه هوشمند دقت کنید برای اینکه حواس دانش آموزا رو جلب کنید به یه قسمت خاصی از عکس و تاکید کنید که کدوم قسمت رو توجه کنند این چرا قوه به درتون میخوره متنی جایی مثلا توجه دانش آموزا رو تو این عکس یا توی متن هر فایلی جایی هر قسمتی است پس چرا قوه هوشمند به این نحو عمل میکنه اما نحوه کارش بعد از اینکه اجرا کردید یه قلم قرمز رنگی میبینید دور این شما میتونید با کلیک کردن کنار این میتونید این چرا رو بچرخونید اما با کلیک کردن در داخل این شما دسترسی به ابزارهای داخل خود عکس رو میتونید جابجا کنید کارهای مختلفی که میتونید انجام بدید بس داخل این کلیک نکنید روی این قسمت دایره کلیک کنید میتونید عکس این نقطه چرا رو کوچیک و بزرگ کنید روی دایره قسمت دایره رنگش کلیک کنید میتونید کلیک و درگ میتونید کنید اما یه سری ابزارهایی رو کلیک کلیک کنید بیرون کلیک کنید بعد انتخاب شفافیت شما شفافیت اینا الان ببینید من 50 درصدش میکنم ببینید یعنی ابزارهای این رنگ این اطرافش چه میشه شفاف میشه تا دانش آموزا موقعی که دارن کار میکنن چیه یه قسمت رو داشته باشن با به صورت حالا برنامه آموزشی حالا خاصی که وجود داره یه بار دیگه کلیک میکنم شفافیتشو صفر میکنم که مشخص نباشه یه بار دیگه کلیک انتخاب شکل شکلمون رو میتونیم هلالی کنیم یعنی شکلهایی که وجود داره رو برای این ابزار شکلمون رو میتونیم چیکار کنیم مستطیل میتونیم حالت های مثلث ستاره حالا هر قسمتی که فکر میکنیم برامون جذابیت خاص خودشو داره و آموزش مورد نظره همون دایره بهتره به نظر من بازگشت به موقعیت اولیه یعنی چی یعنی من اینو دقیقا دقیقاً برمیگرده به حالت اولی که من باز کردم یعنی اندازه شکل جا مسیر مثلا هر وقت خراب کاری کردید مثلا هلالیش کردید فلانش کردید کافیه یه دونه بازگشت به موقعیت اولیه بزنید اون حالت اولی که تغییر اولین کاری که انجام دادید برمیگرده قسمت بعدی انتخاب مستطیل دلخواه ببینید شما میتونید بیایید یه مستطیل رو کلیک اندرک کنید اون میشه اون شکل مورد نظر شما حالا یه بار دیگه من انتخاب شکل شکلم رو دایره اندازه میگیرم خب دوباره انتخاب مستطیل دلخواه رو میزنم و میام یه مستطیل انقدری کلیک اندرک میکنم همین که رها کردم این شکل من در میاد به حالت مستطیل دلخواه و حتی ببینید دایره هم بود تبدیل شد به مستطیل فقط چون شکل مستطیل اینجا هستش حالا دوباره میرم روی دایره کلیک میکنم شکل مختلف تغییر رنگ این رنگ رو میتونیم به جای خاک به رنگ دیگه ای انتخاب کنیم مثلا این رنگی باشه اوکی و رنگ زمینمون عوض بشه و میتونیم همینو شفافیتشو دوباره تغییر بدیم یه شفافیت خاصی با اینا بازی کنیم حالا دوباره برمیگردنم به حالت دیفالت خودش رنگشو و شفافیتش هم به حالت خودش و خروج خارج میشن بس دقت کنید اندازه خود اینو این دایره رو باید بگیرید کچیک و بزرگ کنید برای اندازه این دایره و داخلش هم کاری نداشته باشید چون به خود تصویر داره برمیگرده یا خود شکل برای جا هم بیرون کلیک کنید و درگ و برای ابزارهاش هم فقط یه بار کلیک کنید این هم خروج بس این شد چرا قوه شما از ابزارها برای تاکید برای تاکید به نقاط حساسی که میخواید برای دانش آموزا داشته باشید